د خپل ورځنی ژوند چاري څنګه تنظیم کړو؟ به هیچ امری نگوین که ما او را فردا انجام میتونم، مگری که بگوین که اگر الله متعال بخواهد. کم کسان چی خپل ژبه نسی کنترولوالی، خلق پر اعتماد نکوی. که از نشانه های منافق و دخلافی گفته شده. کل روابط اجتماعی بر اساس اعتماد استوار است. امین الله مولوی زاده هستم. مختصری از زندگیم را در برنامه وریانس بیننده باشید. وریانس پرونی تا دیر شرق لست. سلامونه، وختم بخیر. د خپل کارونو لیست کول، د چارو تنظیمول او د احتمالي ستونزو په نظر کې نیول د هغه چا کار وي چې کولی سي په راتلونکي کې خپل د ژوند چارې منظمې کړي. خو موږ څنګه کولی سو د خپل ژوند چارې منظمې کړو؟ پروردګار میفرمایي در سوره کهف آیه 23، ما لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. به هیچ امری نگوین که ما او را فردا انجام میتونم، مگری که بگوین که اگر الله متعال بخواهد. و همچنان پروردگار در آیات متعدد ما مطالعه میکنیم و هم تلاوت میکنیم در قرآن کریم که پروردگار فرموده و الضحى والعصر وليال عشر والشفع والوتر. تمام ای آیات و نصوص دلالت بر بزرگی وقت میکنه و ما چطور باید را بتونیم تنظیم بکنیم؟ پس ما وقتی میتونیم تنظیم بکنیم تا ای که به وقت خود ارزش بدیم. دانشمندان در کل گفتن که ما باید روان خود را منظم بسازیم، فکر خود را منظم بسازیم، در زندگی خود نظم بیاریم، خود را محاسبه بکنیم. اما اسلام میگه که نخیر، ما باید نفس خود را محاسبه بکنیم. وقتی که ما میگیم خود را محاسبه بکنیم، یعنی نفس خود را محاسبه بکنیم. چطور میتونیم تنظیم بکنیم؟ ای که من چیکار کردم؟ امروز من سپری شد و چقدر تلاش کردم، چقدر کوشش کردم، چقدر هیاهو کردم و چقدر یاوهگویی کردم، وقتم ضایع شد و آخر کار امروز ما به کجا رسید و ما کدام نتایج را به دست آوردم؟ سمی جان، خود دیره وای بخشی ساس خبرم قطع کام وای چی کار می لشن بیت خپیلوم دقیق کار توم را توان که گتی سیدی دقیقا پرورد در اول آیت را اکتلاوت کردم پروردگار من امی کنه زی که کار ما به فردا به تاخیر به نازی ملایی که بگیم اگر الله مطال بخواهد و در صورتی که ما یقین کامل خود ما داشته باشیم که کار را انجام میتم. معمولا یک عادت شده در کشور ما، خصوصا کشوری که سطح سواد هم خیلی پایین است، مردم میگن کار ما حالا از شنبه شروع میکنیم، یعنی فلانه کار از شنبه آغاز میکنیم، در حالی که چنین هم نیست. ولی این یک به حد پیشرفت کرده که عده کثیر حتی من حیث یک عادت یعنی به بحث دروغینی را هم انوشته کردن، یعنی به نامی که میگن کار را از شنبه آغاز میکنیم در حالی که هیچی هم نمیکنن. ولی دانشمندا هم میگن وقتی ما وقتی میتونیم میرم منظم بسازیم، ما وقتی میتونیم میرم منظم تنظیم بکنیم و نظم بیاریم، تو که بدانیم که وقت مثل تیغ دو سره است. اگر ما دانستیم که وقت مثل تیغ دو سره است، پس اگر به شنبه هم به تاخیر مندازیم، بس باور بیداریم که اگر ما وقت قطع نکردم، وقت مرا قطع میکنه. پس از ترس از اینکه ما بوده وقت مرا قطع بسازه و از ما بالای ما سپری شوه و عمرم سپری شوه و هدر بره، باز ما به دقت کامل میتونیم که از حتی از شنبه هم که ما میگیم استفاده میکنیم استفاده میکنیم. الا اگر مرزش ندادم میره که وقت مثل تیغ دو سره نیست، پس به هیچ وجه نمیتونم از شنبه هم کار خود را منظم آغاز کنم. و از بحث کلی اگر بگذاریم، در حقیقت هم چنین هست که اکثریت ما میگیم که کار از شنبه آغاز میکنم، ولی فلان درس از شنبه آغاز میکنم، کورس از شنبه میرم، مطالعه از شنبه شروع میکنم، به دقت منظم کار میکنم، از روز شنبه هم متاسفانه جز کذب و دروغ چیزی نبوده. وقتی میشه که ما این را منظم بسازیم، به دقت و واقعا ما این کار را انجام بدیم که ما ارزش وقت را درک بکنیم. بالکل. نو د همدې ارزښت ته په کتو سره ځوانان له کومو ننګونو سره مخامخ دي چې نسي کولی خپل ورځنۍ چارې په سمه توګه سنبال کړي؟ در کشور مثل افغانستان مهمترین چالشی که باید جوانان در کل مواجه هستند مشکل فقر هست. مشکل فقر از بسیاری از فعالیت های زندگی انسانی و اجتماعی و تحصیلی و تعلیمی انسان را باز می دارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا می کرد اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، در کنار کفر از فقر یاد می کرد. یعنی فقر خطرناکترین عاملی هست که انسان را به بدبختی ها می کشانه. اما این دلیل شده نمیتونه، تنهایی که ما فقر را بگوییم که دلیل هست و خلاصه بسازیم زندگی خود را بگوییم این چالش بزرگترین چالش زندگی است. اگر انسان خودش کارگر باشه، اگر انسان خودش زحمتکش باشه، تلاشگر باشه،
حتی چالش هایی که در زندگی برش می آید او چالش ها را من حیث فرصت دانسته و به طرف آینده خود به شکل بهتر و منظم پیش میرم. ایده کسی از ما یک چالش دیگه هم بیکاری را می دانیم، اما یک لحظه هم درک نکردیم. ولی واقعا بیکاری خودش چالش هست. دانشمندان میگن که بزرگترین تفریح بر انسان کار هست، ولی انسان که بیکار شد پس از تفریح ازش گرفته میشه، پس وقتی که تفریح نداشت پس به معنی است که خسته میشه و یک چالش است که خودش به افسردگی هم انسان هم میکشونه. ما با این چالش هم میتونیم که یعنی این چالش هم یا هم بشکنیم یا میده بکنیم، به شرط از اینکه ما تصمیم اراده قوی داشته باشیم. دانشمندان بزرگ را دیدیم یا هم سرمایه‌دارای بزرگ دنیا را دیدیم که از هیچ چیزی سرمایه‌دار شدن، یا هم دانشمندانی که از هیچ چیزی نوشتن دانشمند شدن. اینا کسانی بودن که می وقت را ارزش دادن و به می چالش ها وقتی که مواجه شدن اینا را فرصت دانستن و قدم به پیش ماندن و به سوی آینده خود رفتن. چالش ها از جمله فقر یاد کردم، اقتصاد ضعیف را یاد کردم، ناامنی هم که در کشور ما از جمله چالش بزرگ هست و کیفیت و یعنی ضعف کیفیت تعلیم و تحصیل خصوصا در کشور ما از بزرگترین چالش است که جوان ما وقتی که تحصیل میکنه آنچه که ازش نیاز هست خواسته میشه با استعدادی همو ظرفیت را نداره. پس این بزرگترین چالش است که متاسفانه با اینکه مدرک تحصیلی هم دارم اما سطح سوادش خیلی پایین است، یعنی خودش هم اعتبار نداره با این مدرکی که داره شایستگی فلان بستری که برش استخدام شده خودش هم میفهمه که نداره و درک هم میکنه که جز یک سند یا هم اسنادی که در دست داره هیچی هم در ذهن نداره و هیچ شایسته هم نیست. این بزرگترین چالش است که متاسفانه در کشور ما روز تا روز ازش پیدا میکنه. و یکی از دانشمندان میگه که شما دور باشین از کسانی که تحصیل را وسیله رزق میدانن. بیا میگن که تحصیل از تحصیل اونا پول به دست بیارن، یعنی هدفشون هم می باشه، چون این افرادی هستن که جز پول بر دیگه چیز فکر نمیکنن. صندوق استون شما نمیتونن از دانش از اونها هم استفاده بکنید. لکستون چتا سو داستون زیاد کړی دوان مرتبه کړه دغه نن گونی څنګه بغلت ور سره راتلیسو، یعنی ور سره ملګری کیدایسو فیصله. تصمیم قوی، تعیین کردن یک هدف تمامی موانع و چالش ها را از بین میبره و ما را میتونه که به آینده که ما میخواهیم و موفقیتی که ما در مسیر خود تعیین کردیم برسانیم. اگر من هدف بزرگ داشتم پس من انسان بزرگی هستم. اگر من در زندگی خود هدف کوچکی داشتم پس من به اندازه مو هدف خود به مو اندازه آرمانی که تعیین کردیم بر خود انسانی هستم کوچک. این اهداف و این آرمان ها بر ما مسیر زندگی را مشخص میکنه و ما را به مو هدفی که تعیین کردیم میرسانه. حتی اگر بزرگترین چالش های هم سر راه ما بیه، یکی از دانشمندان میگه که ما در دنیایی که زندگی میکنیم خوشی ها مثل کوه میاین طرف ما و غم ها مثل دشت ها طرف ما میاین، اما ما باید چه کار بکنیم تا از دشت های غم سپری گذر کنیم؟ میگه با استفاده از سایه کوه های بزرگی که خوشی ها هست از دشت های پرتلاطم و طولانی خشک عبور باید بکنیم. زیر کسانی دیر با میتونیم که عبور کنیم. زیر کسانی دیر با نظم، یعنی هر کارت و تقسیم اوقات لري. فکر کوی چې دا ش کار دی، یعنی ستونزې دا کار لري کینه لري همیشه خپل په تقسیم اوقات باندې پریوزو او ځین پورتونو سوسر ځین پورتونو کو تفریط وخت ورن کړو دا کار څومره موثر دی او توانو نشته. ما فکر میکنم ای کار ما را به طرف افراط میکشونه، چون پروردگار فرموده و جعلناکم امتا وسطا. پروردگار میگه که ما شما را امت میانه رو قرار داریم، شما انقدر خود را مصروف و آغشته هم نسازین که بر خود هم رسیدگی کرده نتانین. امت میانه، امت وسط کسی است که افراط نمیکنه، از حد نمیگذره. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده هیچ کسی در دین خود غلو نمیکنه مگر اینکه دین بالاش غالب میشه. من نکرده ازی که کسی تمام عمر روزه بگیره، من نکرده ازی که کسی که تمام عمر شب زنده داری بکنه. میانه رو هم افطار بکو هم روزه بگی و هم شب زنده داری بکو هم استراحت بکو هم تفریح بکو هم کار بکو هم زحمت بکش و اینگونه هم نباشه که ما تفریح بکنیم، مثلا هیچ تقسیم اوقاتی هم نداشته باشیم. در تقسیم اوقات خود به خود جایزه بدیم، به خود وقت بدیم، خود قدر بدیم، از خود مهمان بسازیم پیش خود و از خود تقدیر بکنیم. همه اینها مواردی است که حتی اسلام هم نیست یک دین شامل و کامل مد نظر گرفته. خب دانشمندان علوم اجتماعی هم روانشناسی هم و جامعه شناسی هم اینا هم همش اتفاق نظر دارن برای که انسان وقتی میتونه به مو اهداف یا هم به بزرگی که تعیین کرده برسه ای که خودش هم تقدیر بکنه، ارزش بده. انسان مثلا مثل ماشین نباشه، وقتی ماشین یک کار انجام میده
به مو هدف به مو خاطر یک ساخته شده تنها مو کار را انجام میده، جدا از او هیچ کاری را نمیکنه الا اینکه همو تکمه یا بطنی که داره خاموش میشه روشن میشه، وقتی که روشن شد باز دوباره مو کار خود را میکنه. پس انسان باید از فعالیت ماشینی بیرون شود تا یک انسان باشه. پروردگار فرموده است در نصوص شرعی ما میخوانیم که اگر در روی زمین انسان ها گناه نمیکردند پروردگار اینا رو نابود میکرد، کسانی را خلق میکرد که هم گناه کنند و هم توبه بکنند. خب انسان است، هم تفریح بکنه، هم کار بکنه، هم زحمت بکشه، هم رزق حلال برس بیاره، هم چکر بره و هم دم حافل باشه، با دوستای خود باشه، با خانواده خود باشه، چکر بره. پس این انسان انسانی است که میتونه به همو ایده هایی که اسلام برش تعیین کرده یا خودش من حیث یک فرد به خود تعیین کرده و اسلام ازش خواسته و در دنیای معاصر امروزی مد نظر هست با در نظر داشته اوج تکنولوژی برسه. بالکل تاسو د ټکنالوژي ادونه مو مکړه وړاندې مو د ننګونو په اړه وژغې ته چې امنیت، بیکاری، کمزوري اقتصاد هغه څه دي چې د ځوانانو د ورځني پروګرام هر څه لمن جوړي. اوس هم د ټکنالوژي اوسنی اثر چې ټکنالوژي په کې خپل اوج ته رسیدلې ده څومره مرسته کولای شي موږ په ورځني ژوند کې؟ دسي اپونه هم څه چې تاسو ورځني چارې ساري اور لازم تاسو الارم درکوي چې پلانې کار باید وکړي، مثلا وبو وڅښي کنه دا ټول شان اسانه سوي دي. ساسو له نظر دا کار څومره اسانه کولای شي ټکنالوژي؟ ولن سپ ما خوب میدونیم که دنیا من هیڅ یک قریه هم دهکده شده، همه ما شاهد هستیم. مثلا ما کجا هستیم فعلا، شما کجا هستین، و از طریق ټکنالوژی است ما امروز با هم زیرای نزدیک صحبت میکنیم و بینندگانی که ما را همین لحظه میبینن در هر گوشه و کنار دنیا در هر کجایی که هستن، اونا هم از سهولت همین ټکنالوژی استفاده میکنن. این تکنولوژی با وجودی که کار را آسان ساخته و ما میتونیم در یک کلیکی که میکنین به کجاها سر بزنیم و از احوال چه کسانی جویا شویم و با خبر شویم، به همین اندازه این تکنولوژی ما را هم تنبل ساخته، به همین اندازه این تکنولوژی تونسته که ما را هم بعقب بکشانه. چون مشکل در خود ما است، ما استفاده نکردیم، ما راه را تعیین نکردیم، خود ما اهداف را تعیین نکردیم و در حالی که چالش های زیاد ما را حل میسازه و اگر گاهی حتی ما نتونستیم که ظرفیت را در خود ایجاد بکنیم، اما توانایی را در خود ایجاد بکنیم تا با استفاده خوب از این تکنولوژی بتونیم به کجاها خود را بکشانیم. بلکل. یکی از صفحات را من دیروز تعقیب میکردم که در یک صفحات اجتماعی بود، دوستداران یک صفحه تفریحی که یک بازی فوتبال بود تقریبا میرسید به 653 میلیون نفر، اما از یک مرکز تحقیقی که بزرگ هست در دنیا کار میکنه 61 میلیون نفر. این خود نشان میده که ما استفاده درست نمیکنیم از تکنولوژی و از داشته های تکنولوژی و میاست که ما رو تنبل ساخته و کسل ساخته. حتی گاهی آنقدر تنبل میشیم که وقت پیدا نمیکنیم که آسان ترین کار را که از ما خواسته شده نمود از اون تکنولوژی استفاده کنیم. سمیر جان اساس تو کورونا چی خیم پشت نوکری چه سمیر جان د سار ستر ماشام پوری څه کار کوي؟ هغه ویل چې شاید چې له دس په خپل و پښته چې څه کارونه تر سره کوي. خو یو شمې زنوار دی چې ډیر بانظم انسان استاسو الحمدلله خدای داس انسانان ډیر کی خپل ورځنی کار که په ډیر لند ټکو باندې مشته تشریح کی چې موږ لیدون کې هم اساسو د کار څخه انګیزه واخلي. ای لطف شما است که چنین میگین ودون سه پمو انسان اوري از خطا او اشتباه نیست. بله پروردگار وخت را تعیین کرده بر ما، امی اوقات نماز منظم ترین اوقاتی است که ما را به نظم می سازه. هرگاه ما به نماز وقت دادیم پس بد می تونیم به تمام امورات در زندگی خود هم وقت بدیم. اگر با ما به نماز یا هم به ندای ملکوتی که از آسمان ها الله متعال از ما خواسته و در زمین ما را پیاده نمی کنیم، پس نظم در زندگی ما هم کم میشه یا هم حتی بیخ نابود میشه. بعد از نماز هفته 3 روز فوتبال هم می کنم، رسیدگی می کنم، حتی دمی هوای سرد زمستان همچنان نمی خواهیم که دور باشم از بازی. بر تفریح خودم فوتبال هم میکنم، بعد از هم یک درس دارم، بعد از درس طرف کار خود میایم ساعت 8 بجه یا 8:30 یا هم 9 بجه به طرف دفتر که میرسم تا ساعت 7 یا 8 شب کار میکنم و در جریان روز تفریح هم میکنم. بعد از هم شب که میشه دوباره نماز جماعت را خوندم به طرف خانه میریم. او شپه ته مطمئن کورنۍ سره یا مطالعه کوي؟ بله. یا خوی ته ورخوی ډیره مننه. حتی ودن سه اگر هیچ مطالعه هم نکنم یک کتاب پیش می داشته باشم، یک مجلس خودمانی هم در خانواده می داشته باشیم، بعد از هم دوباره به خاطر از یک صبح دوباره پر انرژی باشیم استراحت میکنیم. نجیب رحمان سمیر همکار می چیره سره ورنس پرمونی کو کورما و سمیر جان بارک الله سلامت باشین مدنس.
موږ د انسان په توګه د نورو انسانانو سره پراکړه ورکړه کیو، لکه سوداګری، زده کړه، امانتداری، لوبې، سیاست او په یو محیط کې د همکار په توګه کار کول. دا ټول راکړه ورکړه په باور او اعتماد پورې تړاو لري. خدای اعتماد به اعتمادي په څه معنی ده اوسه درزو؟ بیشتر به گفتار و رفتار یک فرد که یک فردی که مثلا به اعتماد میکنی و حرف میگی اما برخلاف از او عمل میکنه دیگه بی باور میشی به او فرد. حتی ما در حدیثی داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که یکی از نشانه های منافق وعده خلافی گفته شده. خب وقتی باور میکنی به یک فرد، فردی که وعده میده و بارها وعده داده میشه اما به هیچ کدام از وعده ها خود عمل نکنه، به اعتماد میشی. دقیقا مثال ما میتونیم دولت امروزی خود خور بزنیم. بارها و بارها وعده به مردم ما داده شد اما به هیچ یک از وعده ها عملی نشد. حالا مردم بی باور و بی اعتماد به دولت ما هست. لکه سنگه چی تاسو اشاره ورته وکړه، پر کم کسانو دیر بی باور کیجو؟ بیشتر به کسانی که باور داره اما اونا خلاف وعده عمل میکنن، خلاف آنچه که قول میدن انجام میدن، از کسی که واقعا توقع نداری و روی به نحوی به روی از او فرد حساب میکنی که چنین فردی نباشه، اما وقتی میبینی که چنین تخطی از چنین اشخاصی سر بزنه، واقعا دیگه بی اعتمادی و بی باوری زیادتر میشه نسبت به چنین افراد. نوستاسو ده خبرو پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، آیا ما موږ باید پر نورو کسانو باندې بی باور اوسو؟ نباید چنین دیدی نسبت به همه داشته باشیم و این فکر میکنم در نتیجه عمل فرد که خود از او نشان بده بعداً برای از او بی‌اعتمادی به وجود میه، نه در قدم اول. دیر مننه. لباور پرته ژوند ستونزمنده، ځکه که یو څوک پر خپلو وړتیاو، ظرفیت او شخصیت اعتماد ونه لري، په ژوند کې پرمختګ او وده نسی کولی. که تاسې پر دکاندار باور ونه لري چې خوراکي توکی زهرجن نه دي، کله هم څه نه ترې پیری. دا ټول تر دې وایم چې استاد اعتماد څه اړتیا ده؟ در واقع اعتماد سازی اگر وجود نداشته باشه یا اعتماد وجود نداشته باشد، ما نمیتوانیم با دیگران تعامل بکنیم، زیرا که همه برخوردهای اجتماعی، برخوردهای اقتصادی و تجارتی ما بر اساس اعتماد استوار است. اگر ما بالا یک شخص اعتماد نداشته باشیم، نمیتوانیم یک چیزی را پیش از او به ودیعت بگذاریم. اگر بالای شخص اعتماد نداشته باشیم، نمیتونیم او را به یک اداره معرفیش بکنیم. اگر بالای شخص ما اعتماد نداشته باشیم، بالای جوان اعتماد نداشته باشیم، نمیتونیم با او خویشاوندی برقرار بکنیم. اساساً کل روابط اجتماعی بر اساس اعتماد استوار است. بنابراین ضرورت است که ما اعتماد سازی بکنیم و نسل جوان خود را بر اعتماد به هم دیگر تشویق بکنیم و سوی هم او خصوصیت هایی را در خود ایجاد بکنیم و جوانای ما باید او اخلاقیاتی را در خود ایجاد بکنند که بر اساس از او بشود که بالایشان اعتماد کرد. اگر ما چنین چیزی نتوانیم، باز به مشکلات بسیار فراوان مواجه میشیم. استاد سنگ اعتماد را میسته کوالای سو؟ اعتماد سازی را چگونه باید انجام بدیم؟ یک نکته خو اولی است که ما اخلاق را در میان نسل جوان تقویت بکنیم. صداقت، پاکدامنی، احسان، از خودگذری، امثال از اینا، یک نقطه که اخلاق اسلام را در میان نسل جوان خود تقویت بکنیم و این از طریق تربیت می شود، تربیت در میان فامیل و اینا. نقطه دوم از طریق این که ما ایمانیات را در وجود نسل جوان ما تقویت بکنیم تا اونها ایمان به آخرت در وجودشان تقویه شود، ایمان به الله و ایمان به رسول بعد در وجودشان تقویه شود. و نکته دوم هم سوم هم ذکر میکنم که ما باید الگو برداری بکنیم از انسانهای موفق در دنیا، مخصوصا از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام. استاد دیر اعتماد کمی پایلی لری؟ اعتماد بیش از حد گاه گاهی
انسان را به بعضی از ناکامی ها مواجه می سازد. ما وقتی که با یک شخص اعتماد بیش از حد می کنیم بدون از اینکه او را مطالعه کرده باشیم، شخصیتش از قبل مطالعه کرده باشیم، گاهی ما را در منجلاب سقوط قرار می دهند و گاهی ما را به یک نقاط پیش می برند که رای بازگشت باز نداشته باشیم. بنابراین خوب است انسان همیشه هم اعتماد بکند ولی جانب احتیاط را هم در نظر داشته باشد، زیرا که اگر ما اعتماد ما بیش از حد باشد، بالای شخصی، بالای جریانی، بالای یک حزب، بالای هر چیزی که بوده باشه، از حد اگر ما بیشتر اعتماد میکنیم بالایشان و سرنوشت خود بر اونا تسلیم میکنیم یا امکانات خود در خدمتشان قرار میدیم، و ممکن است که او امکانات ما از بین برود و شخصیت ما پامال شود، شخصیت ما زیر سوال برود. بنابراین ما نباید اعتماد بیش از حد بالای افراد داشته باشیم. او به این معنی نیست که بالای دیگرها بدگمان باشیم، بدگمان هم نباشیم، ولی به هر حال در حالتی که اعتماد هم میکنیم، اعتماد ما در یک حد معین باشد و از او حد باید نگذریم. او د دیونی وریانس پیژندل سوی شخصیت هغه څوک دی چې په افغانستان کې ژوند کوي، خو هر کلمه یې ستاسو لپاره د درس یو برخه ګرځېدلی سي. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان خوب و دوست داشتنی تلویزیون دلها، تلویزیون هلال. امید دارم که لباس صحت و عافیت را به تن داشته و شب و روزهای نسبتا سرد زمستان را در کانون گرم خانواده به خوبی و خوشی سپری بکنن. بنده امین الله مولوی زاده، فارغ تحصیل پوانزه شریعت پانتون کابل و فعلا هم کارمند برحال دفتر مرکزی جمعیت اصلاح و انکشاف اجتماعی افغانستان می باشم. یقینا وقتی آدم از چالش ها و فرصت هایی که در زندگیش است از او صحبت می کنه، زندگی مملو است چالش ها هست و هرگاه قدمی را به خاطر تحقق اهداف والایی که برای خودت در زندگی او را تعیین کردی بر می داری، او حتما در پی خودش یک چالشی را هم امرای خودش داره. به نظر ما چالشی که نه تنها فراراه ما قرار داشته، بلکه فراراه یک ده زیادی از جوانان سرزمین قرار داشته، او چالش یأس و ناامیدی هست و این ناشی از اوضاع بد و ناهنجار وطن عزیز ماست که دامنگیر از او شده. ولی لله الحمد در مقاطع مختلف تانستیم با سعی و تلاش، جد و جهد و با طرح‌ریزی پلانهای خوب به طرف اهداف متعالی که بر از او تعیین کردیم قدم بر بداریم و تانستیم که این چالش ها را به گونه خوب و زیبای از او به فرصت تبدیل کرده و از اونا استفاده عظمی کرده باشیم. و روی نکته دوم سوالتان، اگر بیایم که چگونه میتونیم که چالش ها را برطرف بکنیم و یا همی که چالش ها را به فرصت تبدیل بکنیم، در این رابطه باید گفت که یک کلمه ای که متاسفانه زیاد عام هست و در میان جوانای ما زیاد شایع شده، کلمه نمیتوانم هست. باید کلمه نمیتوانم را از لست و فهرست زندگی خود حذف بکنیم، به خاطر که الله تبارک و تعالی بالاتر از توانمان ما را به چیزی مکلف نساخته. و ضمناً به جای کلمه چرا که همواره پیشوری ما چالش ها را فراراه ما قرار میده، باید کلمه چگونه را بیشتر استفاده بکنیم، چون ذهنمان را فعال ساخته و راه حل ها را پیشوری ما قرار میده و ما میتونیم که چالش ها را به گونه خوب و زیبای از او برطرف بسازیم. و ضمناً مطالعه قرآن عظیم شان باید در صدر فهرست کارهای روزانه ایمان قرار داشته باشه، چون قرآن عظیم شان مملو است چالش ها و امتحاناتی هست که بهترین انسان های روی زمین، یعنی پیامبران و انسان های صالح، با او روبرو شدن و تانستن با پلان بسیار منظم و خوب و زیبا او چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و از او استفاده عظمی کردن. و نکته اخیر هم ای که باید در رابطه با زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که الگوی کامل به خاطر زندگی ما هست، او را سرمشق زندگی خود قرار داده و روزانه باید در تقسیم اوقات روزانه ما جای داشته باشه
و تا بتانیم که با استفاده از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم چالش های خرد و بزرگی که در زندگی با او روبرو میشیم او را دور نموده و یا هم او را به فرصت تبدیل کرده و استفاده اعظمی از او داشته باشیم. معمولا نیم ساعت روزانه برای مطالعه کتاب وقت میتیم و یقینا که هر کتاب تاثیر خودش را در زندگی انسان میگذاره و در مسیر دهی از او رول عمده و اساسی را بازی میکنه. کتاب های زیادی در تحولات زندگی ما رول عمده را داشتن، علل خصوص کتاب سپهسالار نوجوانان محمد ابن قاسم که نوشته از نسیم حجازی نویسنده چیره‌دست اردو زبان هست و به زیبایی هرچه تمام هم او به فارسی ترجمه شده و تأثیر بسیار زیادی به زندگی ما گذاشته. هیچ فراموشم نمیشه، ما رأس ساعت 2 الی 3 ظهر بود که بعد از کتاب داستان مجاهد کتاب را به دست آوردم و دقیقا تا ساعت 2 الی 3 شب ما کتاب را کاملا مطالعه کردم و هر ورق بعد از ورق دیگه زیبایی خاص خودش را داشت، ولی متاسفانه در اخیر با حادثه المناک شهادت سپهسالار نوجوانان که محمد ابن قاسم هست با او در او حکایت روبرو میشیم. ما بعد از او مطالعه از او کتاب خود را یک کس دیگه احساس میکردم. حرف و سخنها خو با جوانا برادرها و خواهرای با هدف پرتلاش مفوق العاده زیاد هست، ولی او را در چند نکته خلاصه میسازم. اولی که دیگر وقتش است تا به خود بیاییم، وقتش است تا روی هدف اصلی و اساسی که الله تبارک و تعالی ما را آفریده روی از او تفکر بکنیم، خودمون را بشناسیم و ای که چه مکلفیت هایی در این دنیا داریم و الله جل جلاله ای دست های توانمند من را به خاطر تحقق چه اهداف بزرگی آفریده و ای که هدف اصلی و اساسی من تغییر مسیر تاریخ و مسیر دادن اجتماع گمگشته فرزندان این مرز و بوم و همه امت مسلمه هست. بنابراین باید سعی و تلاش کرد و به خاطر رسانیدن ای کشتی به ساحل نجات از او خوب درس خواند و خوب تحصیل کرد. بنابراین ما از همه عزیزا و گرانقدرا و خواهرها و برادرای بزرگوار خود تقاضا میکنم که برای همه عمرشان پلان داشته باشند و او پلان را به کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم بکنند و به خاطر رسیدن به او پلان خوب و زیبای خودشان برنامه های دقیق و منظمی را طرح بکنند و ای که ای آیه مبارکه را هم نباید از یاد برد و فراموش کرد، ای که ولا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما غمگین هم نشین و پریشان هم نشین و شما بلند هستین و قوی هستین در صورتی که مؤمنان کامل بوده باشین. تشکر و سپاس از شما. بخیر و سلامت باشین. داود دیونی وریان خبرونه خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکی د خپل پرسنوی سره شریکولای سي. تر بل وریان سپوریمو علامه.